অত <laughs> অগ <laughs> بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان همراهان خوب برنامه دریچه دانایی شاگردای خوب صنف نهم سلام وقتتان بخیر امیدوار استم که حال همه شما عزیزان خوب باشه و درس گذشته را به خوبی مطالعه کرده باشید و یاد گرفته باشید خب به شکر و سپاس خدا رسیدیم به 16 جلسه از مضمون بیولوژی سنف نو و ادامه مبحث سیستم اسکلتی ابتدا ما و شما بریم به ارزیابی درس گذشته و بعد از اون ادامه موضوعات سیستم اسکلتی را دنبال کنیم شاگردای خوب صنف نهم سوالات امروز شما از نوع سوالات تشریحی و سوال جای خالی است که با این نوع سوال هم آشنا شوید خب در قالب این سوالات نکات مهم درس گذشته مرور خواهد شد سوال اول سیستم اسکلتی انسان شامل چه بخش هایی است اگه یاد داشته باشید جلسه گذشته ما و شما گفتیم سیستم اسکلتی سه قسمت داره استخوان، مفاصل و قذروف تعداد استخانه های بدن انسان در حدود جای خالی است یعنی جمله داده شده شما در جای خالی جواب مناسبه وارد کنید خب تعداد استخانه های بدن انسان گفتیم در حدود 206 عدد استخوان است انواع سیستم اسکلتی را نام ببرید خب بازم اگه به یادتان باشد گفتیم ما دو نوع سیستم اسکلتی داریم اسکلت مهوری و اسکلت زمیمه ای که هر کدام ویژگی های خود دارد. اسکلت محوری شامل چنو استخانه هایی است. گفتیم اسکلت مهوری که نقش اصلی و تکیه‌گاه بدن است به طوری که اسکلت زمیمه ای به اسکلت مهوری وصل میشه شامل استخانه های جمجمه، ستون فقرات، قبرقه ها و استخانه سینه است. سوال بعدی اسکلت زمیمه ای شامل چه استخانه هایی است؟ سایر استخانه های دیگه غیر از اسکلت محوری همه شامل استخانه اسکلت های زمیمه ای میشه خب شامل استخانه های دست، استخانه های پا، انگشتان و غیره خب استخانه ها در بدن چه وظایفی را به عهده دارند؟ چند وظیفه و نقش ما و شما برای استخوانها خواندیم یک نقش حفاظتی داشتن از اندامهای بسیار مهم اعضای بسیار حیاتی مانند مغز قلب و ششها و نخای شوکی محافظت میکردند که از مغز استخوان جمجمه از قلب و ششها یا ریه استخوان قبرقه ها و ستون فقرات محافظت میکنند و از نخای شوکی همو ستون فقرات یا مهره های کمر است که به مجرا یا کانال مرکزی اونها نخا نخای شوکی قرار داشت خب تفاوت میان انساج اسفنجی و متراکم در استخوان ها در چیست خب از نظر استحکام ببخشید ادامه جواب سوال قبل هنوز مانده بود ما نقش حفاظتی را گفتیم دیگه نقش حرکتی داشت حرکتی به کمک عضلات اسکلتی که بر روی استخوان ها قرار داشت حرکت را انجام میداد با انقباض این عضلات و اتصالی که عضلات به استخوان ها سبب حرکت استخوان ها هم میشه وظیفه نقش دیگر استخوان ها نقش حفاظ ذخیره بود که یک سری موادی مانند کلسیم و فسفرس که در قالب مواد ترکیبی چون کلسیم فاسفید و کلسیم کاربونیت در ذخیره اونها به صورت رسوب اونها در داخل استخوانها این کار ذخیره ای را انجام میداد که اگر ما دوچار کم بوده هر کدام از اینها بودیم بل مشکلاتی دوچار می شدیم که در جلسه گذشته مفصل برای شما صحبت کردیم دیگه نقش ساخت حجرات خون داشت حجرات خون در داخل مجراهای استخانی یا در درون کانالهای استخانی نسجی حضور داشت به نام نسج مغز استخان که بیشترین مقدار حجرات خون در درون مغز استخان ساخته می شد. پس استخانها دارای وظایف محافظتی، وظایف حرکتی، وظایف ذخیره‌ای و ساخت حجرات خون بود. سوال آخر تفاوت میان نسج اسفنجی و متراکم در استخوان ها چیه؟ یکی از نظر مقاومت این دو تا نسج با یکدیگر متفاوت است. نسج متراکم استخوان های سخت و محکمی دارد. و نسج اسفنجی به خاطر همو ساختار اسفنجی یا متخلخل یا حفرهدار خودش نرمتر هست نسبت به استخوان متراکم. دیگری از نظر نحوه قرارگیری استوبلاس ها بود. یادتان میایه استعو بلاس چی بود؟ آفرین به شاگردایی که گفتن استعو بلاس همو حجرات استخانی بود. در نسج متراکم استعو ها دارای یک نظم مشخصی بودن بروی یک دایره فرضی قرار داشتند که این دایره ها دور تا دور کانال یا مجرای استخانه می گرفتن و ما یک کانال یا یک مجرای مرکزی داشتیم اما در نسج اسفنجی این هجرات پراکندن و در جاهای مختلف هر چند حجره در اطراف یک کانال یا مجرای استخوانی قرار گرفته به طوری که ما یک کانال یا یک مجرای مرکزی نداریم این از لحاظ تفاوت انساج اسفنجی و متراکم خب شاگردای خوب ما در جلسه گذشته با انساج و انواع اسکلت آشنا شدیم حالا ما و شما پیشتر میریم و انواع استخانه ها را میخوایم بشناسیم که استخانه های بدن ما از نظر نو به چند دسته تقسیم میشه در بدن انسان و سایر فقاریه ها یعنی اونهایی که سیستم اسکلت درونی دارن ما سن استخانه میبینیم استخانه های دراز استخانه های کوتاه و استخانه های پهن هیچ استخوانی در بدن نیست که جزء یکی از این ستا نباشه بالاخره یا جزء استخانه های درازه مانند دست پا و استخوان ران و یا متعلق به استخوان های کوتاه هست مثل بنده، بندهای بند انگشتان دست و انگشتان پا و یا استخوان های پهن هستند مانند استخوان جمجمه و استخوان صورت در این تصویر اسکلتی هم که در این نشان دادیم باز هم اسکلت محوری و اسکلت زمیمه با دو رنگ متفاوت نشان داده میشه خب در تصویر اگر ما و شما هم نگاه کنیم استخوان های پن علاوه بر استخوان جمجمه و صورت استخوان های لگن خاصره هم استخوان های په نداره و استخوان های کوتاه و درازه که بسیار واضح و ساده است و همه شما میدانید خب حالا تصویر این اسلاید ای ما و شما این سنا استخوان از نزدیک نشان میده برای شما استخوان های دست و پا به همین خاطر ما اونا را استخوان دراز میگیم چون از نظر طول کشیده هستند اما استخوان های کوتاه مانند بندهای انگشتان یا حتی کف دست ما و شما در کف دست هم ما استخوانهای های کوتاه می بینیم خب همی معادل همی استخوانهای های کوتاه را ما در پا هم داریم که بند انگشتان پا میشه و کف خود استخوان پا میشه که گاهی وقتا به طور ناخواسته و با گذاشتن پا به صورت نامناسب این استخوان ها از جای خود خارج میشه یعنی از ناحیه مفصل اینا جابجا جا, جا میشه دو سر استخوان که به نام در رفتگی استخوان ما و شما او را میشناسیم خب استخوان های پهن میبینین که استخوان های هست که بیشتر از نوع نسج اسفنجی داره چرا که در جلسه گذشته ما و شما ایره که استخوان های دراز مثل استخوان های ران استخوان های دست و پا بخش مرکزی یا تنه این استخوان ها متراکمه برای همینه که شکستن این استخانه ها از وسط کار سختیه اما دو سر این استخانه ها در ناحیه مفاصل از نوع بافت اسفنجی هست حتی ما به شکل هم با چشم میبینیم که این استخانه ها هفره, هفره, هفره و بالعکس در استخانه های پهن قسمت مرکز اینا از نوع هفردار یا اسفنجی هست اما لبه های استخانه ها سخت و مقاومت بیشتری داره و محکمتر هست استقامتش به خاطر ازیه که اینها دارای نسج متراکم هست و باعث میشه لبه های ای استخوان ها به دلیل حرکات و ضربه هایی که به او وارد میشه دچار شکستگی دچار شکستگی نشوه. خب موقعیت استخانه که من برای شما گفتم که در کجاها بود استخانه های و استخانه های اسفنجی اما میرسیم به یک بخش دیگه از سیستم اسکلتی به نام قذروف خب شاگردای خوب از سالهای گذشته به یاد دارید که قذروف ها نوعی نسج ارتباطی هستند یعنی ارتباط برقرار میکنه بین دو تا بخش دیگه کجاهای بدن ما و شما قذروف داریم ازروف یک چیزی هست از نظر استحکام ما بین انساج ازولاتی و انساج استخانی یا اسکلتی یعنی نه مانند ازولات نرمن و نه مانند استخانها در سیستم اسکلتی سخت و محکم است خب در نوک بینی در لاله گوش و در حد مفاصل بدن مانند فاصله بین مهرهای کمر ما این انساج را به نام انساج قذروفی داریم که حالا در قسمت پایان درس امروز اگر ما و شما زمان داشته باشیم ما برای شما دیسک کمرم یک اشاره کوتاه میکنیم که به همین قذروف ها مربوط میشه اما بریم ببینیم این قذروف ها چه ویژگی هایی داره از نظر جنس و از نظر ماهیت که بسیار در سوالات چارگزینه مهم هست قذروف نوعی نسج ارتباطی هست خب ویژگی هاش اینه که نرمتر و انعطاف پذیرتر از استخوان است من در سوالات چارگزینه ای دیدم که همین نکته یا همین جمله آمده اما به جای استخوان ازوله آورده شده یعنی چی گفته؟ یعنی گفته از قضروف از ها نرمتر و انعطاف پذیرتر از ازوله است در صورتی که دقت نیاز داره از ازوله که دیگه نرمتر نیست بلکه سختره اما نسبت به استخوان نرمتر و انعطاف پذیرتر است پس شاگردای صنف نه حواستان خوب جمع کنید و دقت داشته باشید خب در کجا قرار داره ای قذروف ها بین دو سر استخوان ها در ناحیه مفصل قرار داره هر جایی که دو سر استخوان میرسه نقشش یا مانع سایده شدن. مفاصل یا دو سر استخوان ها به یک دیگر میشه خب به این تصویری که در این اسلاید آوردیم خوب دقت کنین میبینین که دو سر استخوان ها به روی همدیگه کامل صد درصد قرار نمیگیره بلکه در ما بین اینها ما یک سری ساختارایی رو داریم مانند قزروف مانند مایع مفصلی که به همون سینوویال هم گفته میشه و در اسلاید های بعدی میگیم به اینها کلا کپسول مفصلی میگم یعنی شما اگر ران مرغ یا جایی که دو سر استخوان مرغ به یک دیگر میره سر بشکنین یک بخش سفید و محکم جدا میشه این همو کپسول مفصلی هست که هم شامل خود قذروف میشه هم در دا داخل او یک مایهی وجود داره به نام مایع مفصلی یا سینوویال که توضیح خواهیم داد اما این استخوان کارش چی هست ای ببخشید این قذروف کارش ای هست که مانع ساویده شدن استخوان ها میشه کسانی که مبتلا به دیسک کمر میشن افرادی هستند که به دلیل شغلی که دارن یا اجسام سنگین یا کارهای سختی که انجام دادن فشار بر روی ای قضروف ها وارد شده و ای قضروف ها ساویده شده آب شده تحلیل رفته و یا به طور کامل از بین رفته و یا نازک شده ای باعث میشه که ای افراد زمانی که خمراست میشه یعنی کمر خود خم و راست میکنه ای مهره ها بر روی یکدیگر استخوان هایشان ساویده شوه و چون از درون ای مهره ها و مجراها اعصاب هم عبور میکنه درد بسیار شدید را ایجاد کنه ما این مورد هم در دیسک کمر داریم هم در دا سایده شدن قذروف یا مفصل زانو ما داریم که در افراد مختلف امروزه زیاد دیده میشه خب دلایل مختلفی داره که جای بحثش اینجا نیست هم به رژیم غذایی برمیگرده هم به نحوه کار اشتغال و شغل ای افراد که باعث شده این قضروف ها آسیب ببینن ای قصروف ها بودنشان بسیار بسیار واجبه که اگر نباشند حرکت استخوان ها چون دو سر مستقیم بر روی یکدیگر قرار میگیره ای درد شدید را ایجاد میکنه بعضی از افراد در ناحیه زانو یا در مفصل زانو دچار تورم میشه هم درد دارن و هم ورم میکنه زانو که او به خاطر التهاب همین مایع سینوویاله یعنی عوامل میکروبی و عوامل بیماریزا خود به داخل مایه مفصلی رسانده و اونجا دچار عفونت یا التهاب شده که با اینا از طریق عکس های اکس ری یا عکس های برقی که گرفته میشه و معاینه ای که دکتر سایبه های محترم یا ارتوپیت های محترم انجام میده قابل تشخیص و درمان است خب اما مفصل ها ما و شما چند نوع مفصل داریم در بدن مفصل های مختلفی وجود داره یکی مفصل های غیر متحرکه ما شما شاید فکر نمیکردیم که در استخوان جمجمه ما مفصل داشته باشیم چرا بلکه ما به شما گفتیم هر جا دو سر استخوان به یکدیگر میرسه اونجا مفصل نام داره اما این مفصل مثلا در جمجمه ثابت است یعنی حرکت نمیکنه خب شما اطفال کوچک و خورده دیدید که استخانهای سرش تا زمانی که در دوران کودکی و شیرخارگی هست یک سری مناطق نرمی در بالای سر و در پس سر اینا داره که این مناطق جاهایی هست که هنوز دو سر استخانها به همدیگه نرسیده یعنی فاصله هست بین دو سر استخانها خب ای به دلیل ازی هست که اگر استخوان ها در دوران جنینی رشد خود کامل بکنه پس از تولد مغز انسان دیگه رشد نمیتانه چون که در دوران, نوز... دوران جنینی رشد مغز کامل نمیشه بلکه تا سه سالگی رشد مغز ادامه داره اما بیشترین رشد تا یک و نیم سالگی هست که همزمان هست با بسته شدن ای فونتانل ها یا همین قسمت های نرم در بالای سر و پس سر هست که باید حتما والدین توجه داشته باشه که خدای ناخواسته توسط اطفال یا کودکان بزرگتر به این دو قسمت ضربه وارد نشه هم علاوه بر که به استخوان ها آسیب رسانده میشه به مغز هم خدای ناخواسته آسیب وارد میشه پس دلیل فاصله داشتن استخوان های جمجمه به همین صورت است اما استخوان جمجمه چند عدد هست زمانی که لبه های استخوان رشد کرده به یک دیگر رسید ما و شما تحت عنوان جمجمه اینا را یاد میکنیم اما درزه های و شکاف هایی که بین اینها بوده و رشد کرده و به هم جوش خورده هنوز در عکس ها اگر ببینید باقی است این نشان میده که استخوان جمجمه ما و شما از شش تکه درست شده یک قسمت پیشانی یک قسمت پس سری دو قسمت اطراف گوش و دو تکه در بالای سر هست یعنی ما شش عدد استخوان در جمجمه داریم که انشاءالله در همین سنف نهم در سیستم دماغی یا مغزی که برسیم میخوانیم میبینیم در همین تکه های استخوان ها مغز ما و شما هم همین گونه تقسیم بندی میشه و هر بخش یک کار خاصی را برای بدن ما و شما انجام میده. مفصل دیگر مفصل های نیمه متحرکند. پس مفصل ثابت یا غیر متحرک داشتیم و دیگری مفصل نیمه متحرک. نیمه متحرک یعنی حرکت میکنن اما زیاد نه. یعنی حرکت محدود دارن مانند قبرقه ها. شاید در فیلم ها دیده باشید که خدای نخواسته وقتی یک فردی دچار آسیب میشه و به عبارت قلبش از کار میفته خب کسانی که به عنوان کمک کننده هستند یا پرسنل صحی هستند یا امدادگرا هستند بر روی قبرقه ها دو دست میگذارند و این قبرقه ها را این گونه سی پی آر می به نام سی پی آر احیا معروفه با این کار خودشان یعنی فشار وارد کردن بر روی قبرقه ها قلب وادار میکنه به ای که دوباره شروع کنه به زدن ای حرکتی که قبرقه ها انجام میده ای به خاطر مفصل های نیمه متحرک است اما کجای قبرقه ها مگر ما و شما مفصل داریم برمیگردیم به تصویر اسکلت خب دهی تصویر اسکلت اینجا که ستون فقرات نشان داده خود قبرقه ها برنگ آبی هست اما اتصال اونها به برنگ تیره هست یعنی خود قبرقه ها کامل استخوانی نیست سرای قبرقه ها استخوانی هست دو تا سر اونها که به استخوان سینه و به استخوان فقرات وصل میشن دارای ظروف هست و این ویژگی باعث میشه که توانایی تحرک به قبرقه ها داده شود اما فراموش نکنید که مقاومت ای قبرقه ها هم با هم متفاوت است. یعنی اگر افراد بالغ و مسن با دو تا دست ما پی آر یا احیار انجام میدیم در اطفال و نوزادان با دو انگشت ای کار انجام میشه. دو انگشت روی هم قرار میگیره و ای ماساژ و یا ای سی پی انجام میشه چرا که مقاومت استخوان های آنها کمتر است. خب مفصل های نیمه متحرک حرکات محدود داشت اما مفصل های متحرک آزادی حرکت زیادی دارند مانند مفصل دست مفصل های پا مخصوصا در ناحیه بازو و ناحیه ران هست که اینا به آزادی و به زمانی که به جای خود ایستادین هم میتونین پاها و دستها را به جلو و عقب حرکت بدید هم به اطراف بدن حرکت بدید و هم 360 درجه میتونید دست و پای خودتان بچرخانید به دلیل ای است که اینا از نوع مفصل های متحرکن خب حالا انواع مفصل ها را باز در شکل برای شما مشخص کردیم این مفصل بازو هست که ما و شما بیشتر میگیم شانه حرکت 360 درجه ای داره مفصل ثابت فاصله بین استخوان های جمجمه هست که بعد از اینکه رشد کامل میشه اینا به یکدیگر جوش میخوره این مفصل های ثابت هست مفصل های نیمه متحرک قبرقه ها را نشان میده که بخش استخوانی است و جایی که قبرقه ها به استخوان جناق سینه وصل میشه این قسمتش قضروفی هست که ای کمک میکنه یا ای امکان میده که قبرقه ها به پایین و بالا حرکت داده شود. خب دیگه مفصل ها رو موقعیت قزروف ها رو مجددا نشان داده شده همین موضوعی که من برای شما اشاره کردم که در فاصله میان مهره های کمر قرار داره که اگر این ها ساویده شوه خطر ابتلا به دیسک کمر بالا میره این مهره ها به روی همدیگه قرار میگیره و ایجاد دردهای شدیدی را میکنه یک بخش دیگه در سیستم اسکلتی ما و شما اشاره شده در جلسات گذشته به نام روبات یا لیگامان ها هسته که این روبات یا لیگامان ها به دو سر استخوان ها در ناحیه مفصل کمک میکنه یعنی دو سر استخوان به یکدیگر وصل میکنه و باعث حرکت استخوانها ها میشه خدای ناخواسته اگه تحت عوامل مختلفی این ربات ها یا لیگامند ها پاره شوه استخوان ها دیگه حرکت خود از دست میدن و بسیار بسیار دردناک است که ما برای شما در یک تصویری که در اسلاید تهیه کردیم این ربات یا لیگامان واضح تر میبینیم خود ربات یا خب خود ربات یا لیگامان ها از نظر ماهیت نسج ارتباطیه مانند قزروف خب دو سر استخوان گفته در ناحیه مفصل با یکدیگر وصل میکنه حالا این ربات یا لیگامان همین قسمت کشمانندی آمده که از بالا به پایین وصل میشه که دو سر استخوان به یکدیگر ارتباط داده خب اگر این لیگامان ها پاره شوه حرکت استخوان ها با مشکل روبرو میشه فراموش نکنید من باب یاداوری شاگردای سنف نهم دقت کنید ما در ناحیه مفصل هم لیگامان داریم هم تاندون یا زرد پی یا پی را داریم او تاندون یا پی سر ها را به استخوان خودش وصل میکرد اما این ربات یا لیگامان دو سر استخوان به یکدیگر وصل میکنه یک سر از یک استخوان با یک سر از استخوان دیگه در ناحیه مفصل پس از نظر موقعیت هر دو هم تاندون و هم لیگامان در ناحیه مفصل ها هست اما لیگامان ها در دو سر استخوان ها قرار دارند دو تا سر استخوان مجزا اما تاندون ها یک سر همو عضلات اسکلتیره به همو استخوانی که یه عضله روش قرار داره وصل میکنه و باعث حرکت دادن این عضلات به یکدیگر در ناحیه مفصل خود شد خب اشاره کردیم به یک مایعی که در ناحیه مفصل وجود داره به نام مایع مفصلی یا سینو ویال خب این لایه یا مایع مفصلی به از کجا ساخته میشه خود این مایه مفصلی از کپسول درنایه کپسول مفصل از خود انساج کپسول مفصل ساخته میشه و به داخل این فضا ریخته میشه این مایع مفصلی هم مانند قزروف ها حرکت استخوان ها را آسان میکنه یعنی استکاک را از بین میبره اگر این مایع مفصلی و ای قزروف هر دو از بین بره مشکلات بسیار شدیدتری را در ناحیه مفاصل یا استخوان ها ایجاد میشن که حتی ممکنه نیاز به عمل جراحی هم داشته باشه خب مفاصل رو از نظر حرکت ما به دو نوع دیگه هم تقسیم میکنیم مفاصل توپ و کاسه و مفاصل چپ و راست خب این مفاصل توپ و کاسه به صورت است که هم ما در شانه یا بازو ما را داریم و هم در ران داریم یک قسمت سر استخوان برجسته است مانند یک گوی که به داخل استخوان دیگه که برعکس گود و حفره شکل که کاسه شکل میگیم این گوی به داخل کاسه قرار میگیره و داخل او میچرخه خب هم در شکل شما ایره میبینین خب مفصل های چپ و راست که به نام در بعضی از کتاب ها به نام مفصل های لولایی هم گفته میشه مانند یک دروازه هست که این دروازه فقط باز و بسته میشه همین محدوده ی حرکت در همین حد مفصل های چپ و راست مانند مفصل انگشت ما فقط به ما اجازه میده که ما انگشتانمون خم و راست کنیم برعکسش دیگه 180 درجه ای حرکت نداره خم و راست در یک جهت هست در جهت مخالف نمیشه این مفصله ها به نام مفصله های چپ و راست و مفصله هایی که دارای یک برجستگی هستند که به داخل یک حفره فرو به نام مفصله های توپ و کاسه یا گوی و کاسه ای یاد میشه و معروفه خب شاگردان خوب در پایان درس اشاره ای داشته باشیم به تاریخچه ساخت مفصل های مصنوعی امروزه یکی از راه های درمان ناراحتی های استخوانی ساخت مفصل های مصنوعی هست برای اولین بار در سال 1963 توسط یک جراح ارتوپت بریتانیایی اولین مفصل مصنوعی برای ران ساخته شد و این قسمت کاسه از یک پلاستیک به نام پلی اتیلن و او بخش گویمانند یا توپ مانندش از یک فلز حیاتی مانند مثلا پلاتین ساخته شد و برای اولین بار به با بدن یک بیمار معیوب طی عمل جراحی ارتوپد منتقل شد و بدین گونه بود که پیشرفت بزرگی در علم ارتوپدی به وجود آمد و افراد معلول و افراد معیوب که سالها از مشکل خودشان رنج می بردن دیگه از این مشکلات نجات پیدا کردن امروزه مفصل های مصنوعی ساخته شده چی مفصل زانو و چه مفاصل گوی و کاسهی که مورد استفاده قرار می گیره. حتی همین قذروف هایی که در ما بین ستون فقرات یا مهره های کمر ما و شما از بین رفته و ساویده شده و دردناک شده هم به طور مصنوعی ساخته شده و طی عملیات های جراحی ارتوپدی در بدن افراد قرار می گره. خب امیدوار هستم که از درس امروز هم لذت برده باشید و چیزای خوب و زیادی را یاد گرفته باشید. خب عزیزان درس خوب خوب بخوانید تا جلسه بعدی همه شما را به خدای بزرگ و مهربان میسپارم خدایا رو نگهدار شما